امروز با یه خوراک متفاوت و خاص در خدمتتون هستم. کوبیده ماهی. خیلی عالی. این کوبیده ماهی یه جوریه که کسایی که ماهی هم دوست ندارن دوست خواهند داشت. خیلی هم ساده است. خیلی ساده است. موادی که مصرف میکنیم فیله ماهی هستش که میتونه هر ماهی باشه، ولی فیله باید باشه، استخون نداشته باشه. یه چند تکه کوچیک فیله مرغه که این فیله مرغ کار چسبش رو ایجاد میکنه، اون چسبندگی رو بهش میده. مقداری از چربی گوسفند که سالم‌ترین نوع چربی هستش استفاده میکنیم، برای اینکه ماهی خیلی خشکه، وقتی که کباب میشه خیلی خشکی زیادی داره، به خاطر اینکه این خشکی رو نداشته باشه و چربی مناسبی داشته باشه از چربی گوسفند استفاده میکنیم. طعم دهنده و مزه هایی که استفاده میکنیم فلفل هستش، زنجبیل یا جینجر هستش، سیر هست، پیاز هست و عرضم به حضورتون که فلفل قرمز و فلفل سبز و چیز اسم این یادم خب بعد بگید آقا شیوید و جعفری. درست. شیوید، دلیل شیوید رو بگم بهتون. شیوید چربی سوزه. بله. ما این به اصطلاح تعادلی که توش ایجاد میخوایم بکنیم با شوید ایجاد میکنیم. درست. خیلی عالی. خیلی ساده کارو شروع میکنیم، من دیگه معطل نمیکنم که زمانم داشته باشیم. ببینید، من ماهی رو مرینتش کردم، مزه دارش کردم. آشپزا ما میگیم مرینت عادت کردیم. بله، چون زبان دیگه. فارسی دیگه بعد بله زبان فارسی مزه دار کردیم و درست میفهمین شما. یه مقداری لیمون خورد کردم داخلش ریختم، از روغن ذرت استفاده کردم، چون روغن کلا میدونین بوگیری میکنه. الان این ماهی رو بو کنید ببینید بوی زخم ماهی اصلا نمیده. بله. بوشو میگیریم کلا روغن. ببینید یه چیز جالبی بهتون بگم، دستتون سیر خورد میکنید، دستتون بوی سیر میگیره، یکم روغن مایه به دستتون بمالید، این مایه دستشویی بمالید به دستتون، بعد دستتون رو بشورید، بو رفته. درست. روغن بوگیره، بوشو با روغن گرفتم. عرضم به حضورتون یه مقدار از سس ژاپنی هستش، تریاکی، معروفه، تو سوپرها دارن، از اون مقدار استفاده کردم. نمک و فلفل و اون سس چه خاصیتی داره؟ سس تریاکی از خانواده سس سویا هستش، از خانواده سویا هست، ولی فراوری شده است توی مصارف مزه‌دار کردن گوشت، مرغ، ماهی استفاده میشه. آشپزای خیلی حرفه‌ای کلن با این تریاکی خیلی کار میکنن. خیلی عالی. بعد خیلی خوشمزه میکنه، اصلا مزه‌دار میکنه. ژاپنی‌ها و کشورهای این چنینی تغذیهشون خیلی اهمیت میدن به ماهی. بله. و قطعا هم برای اینکه خوشتم بشه سس های مختلفی رو اختراع کردن. دقیقاً. خیلی عالی. ببینید عطر خیلی خوبی داره. اصلا بوی ماهی شما اصلا خیلی عالیه. اینم مرغمونم به همون صورت مزه دار کردم. چسبش رو اضافه فیله مرغ آره چسبرم اضافه میکنیم. میتونن چرخش هم بکنن. و مقداری هم به دلخواهه یا نباید ببینید نصف کمتر، یک چهارم موادی که شما میریزید باید چربی بریزید. درست. برای اینکه خیلی خشک میکنتش. فیله مرغ که خشکه. بله. خود ماهی هم خشکه، اینا با هم دیگه یه چیز به اصطلاح مواد خیلی چربی خیلی کمک میکنه. بله دقیقاً. بافتش. متشکرم. خیلی هم عالی. کسایی که ماهی دوست دارن میتونن این روش رو که آقای نصیری آموزش میدن انتخاب کنن و با این طعم این دفعه میل کنن، ببینن که چه جوری خواهد فوق‌العاده میشه. یعنی اصلا من نباید تعریف کنم، درست کنین، خودتون میل کنین، ببینید چقدر خوشمزه و بامزه است. خب یه پیاز هم میذاریم اضافه میکنیم بهش. من پیازا رو شستم، اینا همه شسته شده است و حالا اگر دوستان میبینن که ما پوستش راحت داریم میگیریم و میندازیم کنار، این شسته شده است، چیز نیستش. درست.
خود لیمو هم خیلی طعم ماهی رو عالی میکنه. البته لیمو رو یه سس خیلی خوب هست، من حالا به بینندگان عزیز یاد بدم اینجا، من از اون آشپزام که همه چیز دوست دارم یاد بدم. خیلی عمالی. یه سس خوب بهتون در همین زمین که دارم کارام میکنم یاد میدم، سس شیوید و لیمو هستش. با شیوید، کره و لیمو میتونید یه سس درست کنید برای مصرف ماهیتون. مخصوص ماهیه اصلا یه چیز فوق‌العاده است، با هر ماهی شما میتونید مصرف کنید، مخصوصا سلمون. ماهی سلمون ماهیه که خیلی ها دوست دارن، فوق‌العاده هم خوشمزه است، بعد و خیلی گوشتیه. برای این ماهی معمولا استفاده میشه، ولی برای ماهی های دیگه هم میتونن استفاده کنن. کره رو میذارن در حرارت محیط رو به خودش میگیره، باز میشه، بعد یک دونه لیمو رو کامل خالی میکنن داخلش و شیوید هم میریزن، همش میزنن، یه سس سبز رنگی میشه. نمک و فلفل هم یکم اضافه میکنن. این شیوید رو بهش اضافه میکنم، یک کمی، زیاد نباید باشه، به اندازه یه قاشق چای خوری. جعفری هم همینطور. و ماده معجزه آسای این داستان زنجبیل هستش که به اندازه یه دونه گردو تقریبا من آماده میکنمش. به همین راحتی هم پوست بله. لطیفی داره زنجفیل. هم من اینو بهتون بگم به بینندگان عزیز که زنجفیل خراب نمیشه، تو فریزر میتونید نگهداری کنید و میتونید خورد کنید، تو چای مصرف کنید. یک ماده به اصطلاح فوق العاده عالی هستش، گرمه، طبع گرمی داره و عرضم به حضورتون برای همه چی خوبه. سرماخوردگی زنجبیل عسل بخورین اگه سرماخوردید، فوق العاده است. تو غذاها من اکثرا استفاده میکنم، تو اکثر غذاها. چایش هم که دیگه چای اصلا فوق العاده است میگم. چایش همه البته پوستش اگه شسته باشه میتونید پوستش هم استفاده کنید، چیز نداره، من این نداره رو پوستش، اکثرا با پوست آشپزا استفاده میکنن. همونطور که آقای نصیری برش زدن، عطر زنجبیل بلند شده و خیلی عالی. ما برای یه ذره تندی این کبابمون یه کمی هم این فلفلا رو خودم تو خونه خوش کردم. فلفلا رو میتونید دور نریزید، موندهش میتونید بذارید کنار جلو کولر، قشنگ خوش میشه. آشپزخونه هم خوشگل میکنه همینجوری. واقعا قشنگ میکنه. دقیقاً میتونید نخم بکشید. آره. با نمک. تمام شد. خب. پاپریکا. این پاپریکا رنگ خوش رنگی به کبابمون میده. و یک ماده اصلی کاری هم استفاده میکنیم. بله. فلفل سیاه برای عطر خوبش و طبق معمول نمک دریایی. اینم از این، خلاص، همه چی آماده. ببینید این با چرخ گوشت هم میتونن این کار رو انجام بدن، حالا من دارم با همزن انجام میدم، ولی تو خونه بعضی چرخ گوشت دارم، میتونن از چرخ گوشت هم استفاده کنن. اگر دیدید خیلی سفت شد، یک مقدار روغنم میتونید بهش اضافه کنید. الان یه ذره سفت شده، ما یه کمی هم روغن بهش اضافه میکنیم. حتی روغن زیتون بهتره، ولی روغن ذرت هم میتونه باشه. بله. حتی آب هم میتونید بهش اضافه کنید. من حالا به جای آب یه ذره از آب لیمو استفاده میکنم که مزه دارش هم بکنم. دوستان به ما هم بگن چه وقت داریم توی این بخش که بتونیم از زمانمون خوب استفاده کنیم. خب 2 دقیقه وقت داریم آقای. من فکر نمی کنم زیاد کار داشته باشه، فقط سیخ کردنشو میخواستم نشون بدم که
اونو میذاریم تو قسمت دوم. قسمت دوم. پس توی این بخش ما الان توی این بخش دیگه کاری نداریم. تقریبا تمومه این موادمون آماده است. آماده میکنم اینجا رو برای سیخ کشیدن که نشونه بیننده عزیز بدم که به چه صورت سه طریق میخوام به سیخ بکشم که ببینن یاد پا. خب مشکر از همراهیتون. بله آماده شد کباب ماهی که آقای نصیری آموزش دادن خدمت شما به روشی که خودشون در نظر گرفتن و خیلی هم ظاهر جالبی داره. گفتین که نفی به سیخ کشیدن و بله سه مدل میشه که یه مدل همین سیخهای کباب کوبیده هستش. بله. که از این میشه استفاده کرد. یه مدل با سیخ جوجه کباب هستش میتونین استفاده کنین. یه نوع هم هستش که با سیخهای چوبی میتونید هم گریل کنید هم سرخش کنید. از این سیخ هم میتونید استفاده کنید. روش های مختلفی هستش. یه چیز خاص نکته مهم این هستش که خیالتون راحت باشه این از سیخ نمیریزه. چون اون فیلم مرغره که زدی دیگه آره اون فوت کوزگریشه اون تکه فیلم مرغ آره چی باعث میشه که تبریزی هم میگن اگر که مرغ بزنی دقیقا اون مرغ اون چسبندگی که داره باعث میشه که به اصطلاح چسب زیادی ایجاد میشه و نمیذاره بریزه. خب این یه مدلمونه که با به اصطلاح سیخ معمولی کوبیده من دارم براتون میزنم. این یه مدل هستش. تمام. با این میتونید انجام بدین و با سیخ جوجه که من خودم همیشه تو خونه با سیخ جوجه استفاده میکنم. از ریختن نترسید. این الان میبینید رو این شله وای نمیسته ولی یه ذره آب بهش بزنید درست. و شک بهش بدید. خیالتون هم راحت باشه که نخواهد ریخت. خیلی این هم از این. این یه مدلشه. یه مدلم با سیخ چوبی. البته هرچی اینو بیشتر ورزش بدید هرچی بیشتر ورز داده بشه چون این بخش راحت چسبنده تر میشه. هر چقدر بیشتر ورزش بدین چسبنده میشه. حتی از دو تا سیخ استفاده کنید خیلی بهتره. دو سیخه قشنگ گیرایی خوبی داره صاف وای میسته و قدرت بیشتری داره. بله دقیقا. خیلی عمالی. تا شما به حال اینو آماده میکنین ما بخواییم دولت خواهم صحبت کنیم ببینیم نظرشون بله. در مورد آموزش امروز کیش و زندگی چیه. سلام میگم خدمت شما. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما سرفا خانبرزایی و سپاسگزارم از کارشناس محترم آشپزی. امروز در مورد کباب ماهی که در واقع کوبیده ماهیه که یه مخلوطی از مرغ و ماهی و چربی گوسفند و ادویه هایی که در واقع برای ماهی که نظر مزاجی سرد به حساب میاد یک تعادل ایجاد میکنه. این ادویه هایی که به ماهی اضافه میشه غیر از این که سرشار از املاح معدنیه در واقع ما به این جنبه ادویه ها توجه نمی کنیم. ادویه هایی که ما به غذا اضافه میکنیم مثلا دارچین که سرشار از کلسیومه غیر از این که غذای ما رو خوشتم میکنه از نظر مزاجی غذای ما رو متعادل میکنه سردی اون غذا رو میگیره و در ضمن این که املاح معدنی خیلی خوبی هم به غذای ما اضافه میکنه و هضم و جذب غذا رو برای ما راحت تر کنه. میدونیم که ماهی ویتامین D فراوانی داره ویتامین آش بسیار زیاده و در واقع یه غذایی که توی پروتئین ها راحت تر هضم میشه و به بدن نزدیک تره. نکته دیگه اینه که برای سنین بالاتر وقتی که این کباب بشه و سرخ نبیشه هضم اون راحت تره و در واقع سالم تر و کم چربی تره و به سلامتی هم نزدیک تره. وقتی که ما ماهی رو خوب بزن تو فصولی که هوا مناسبه و ما میخواییم مصرف بکنیم به صورت کباب کرده استفاده میکنیم یه غذای خیلی سبکه ولی توصیه میکنم که در کنار سالات ها نباشه و ترجیحاً در کنار سبزی خوردن باشه که هضم راحت تری رو ما براش داشته باشیم.
یه نکته دیگه‌ای هم که خیلی اهمیت داره، همیشه در مصرف ماهی‌ها، ماهی‌ها رو با لبنیات هیچ وقت مخلوط نمی‌کنیم، دوغ همراهش مصرف نمی‌کنیم، ماست مصرف نمی‌کنیم یا شیر یا پنیر در کنار اون وجود نداشته باشه، به دلیل اینکه این دو در کنار هم هضم رو دچار اختلال می‌کنه. اگر این نکات رو رعایت کنیم، ما می‌تونیم بهترین ویتامین‌ها و املاح معدنی رو در یک مجموعه از ماهی، خصوصاً ماهی‌های تازه و خوب جزیره که در واقع یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که ما در جزیره داریم استفاده بکنیم. خب متشکرم از شما و توضیحاتتون. براتون عرض سلام دارم. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. روز خوش. خواهش میکنم. خداحافظ. من یه نکته فقط عرض کنم اگه وقت هستش، در رابطه با کلن کوبیده. ما هممون ایرانی هستیم و دوست داریم غذایی، کبابی به عنوان کوبیده رو دوست داریم. کوبیده درست کردنش یه لم خاصی داره، یک فرمول داره. اون فرمول اگر درست اجرا بشه، یه آیتم های مهمش، یه رازی داره، رازاشو من میخوام بگم بدونم. تو کوبیده گوشت یکی ورز دادن گوشته که خیلی مهمه، یکی از چه نوع گوشتی استفاده کنیم که بیشتر باید قلبگاه باشه و بقیهش 30% باید از گوشت گوساله یا گوسفند باشه، بیشتر هم گوساله باید باشه، ولی ورز دادن و آب پیاز رو گرفتن خیلی مهمه. خدایی نکرده جوش شیرین نزنیم که خیلی جاها این کار رو میکنن، متاسفانه سرطان‌زاست و اصلا خوب نیست. به جای جوش شیرین زدن، نهایتش دیدید کبابتون میریزه، یه تیکه فیله مرغ بندازین توی کوبیده، کمک میکنه بهشون. متشکرم. به هر حال ماهی و یه چیز خاص و انشالله که درست بکنید و لذتش رو ببرید، با سبزی پلو میل کنید. متشکرم از آموزش شما. براتون آرزوی موفقیت دارم. متشکرم.